سلام بچه ها بخش اول شامل آموزش حروف الفا و کلمات خیلی اصلا که حروف الفا رو میدونن ولی مثلا چطوری با صداشون مثلا که ب س این کافیه اصلا و اولا بچه وقتی ما میخوام آکادمیک یاد بگیریم قرار کلمات رو بتونیم سپل کنیم یعنی چی؟ یعنی بتونیم اسم خودمون، مثلا من اسمم نازنین N-A-Z-A-N-I-N فرض کن من بتونم ن-ا-ن آ بود پس ببینید خیلی از حروف هستن که دو تا صدا, صدا دارن خیلی از حروف هستن که صداهای ترکیبی دارن من تو این دوره کاملا آکادمیک صحیح اصولی از ابتدا شروع میکنم اما ازتون خواهش دارم وقتی که دارم تدریس میکنم از شما میخوام بلند شین دستتون بالا بگیرین یه سری حروف رو با من رو هوا بنویسین خیلی مواقع از شما میخوام تکرار کنیم اینجوری نشون میدم یعنی ریپید، یا میگم بچا از اول شاید فکر کنین که از اول اگه من بخوام انگلیسی حرف بزنم الان چقدر سخت میشه من این جملات رو که نمیدونم نه ببینین مثلا ریپیت تکرار کردن یک بار به فارسی میگم و یه دفعه دوم و سوم و چهارم انتظار دارم که شما انگلیسی بگین یا با من همراه بشین مثلا میخوام بگم great job آفرین شما با من بگین great job چرا که نه اینطوری میتونیم کوچولو کوچولو هم با هم دیگه یاد بگیریم جملات رو عبارات رو و بعد سوال و جواب و اینها حالا یه سری جملات کلاسی هم داریم تو این دوره مثلا come here go there may i go out. جملاتی که میتونم برم بیرون میتونم فرض کنین که توی کلاس واقعی هستیم این واقعا کلاس ما واقعی ها ها خیلی جدی بگیرید رو انجام بدین هر بار که میگم این درس امروزه همون روز نگاه کنین تمریناتشو انجام بدین. و روز بعدی نشین دفعه سه تا درس رو با هم ببینین به صورت پسیو یا غیر فعال فقط نگاش کنین اگه میخواین بهترین بهره رو ببرین لطفا با من همراه بشین کارایی که میگم دونه دونه انجام بدین یه بخشی از شامل آهنگا چرا ما آهنگ داریم شما فکر می‌کنین آهنگا خیلی بچگونه نه بچه‌ها من هنوزم که هنوز از آهنگا و شعرای ظاهرا بچگونه استفاده می‌کنم حتی تو کلاسای بزرگسال چرا چون ریتم داره موسیقی داره آدم تو یادش میمونه وقتی یادم میفته اون جمله رو به راحتی میگی چرا میخوای خودتونو به چالش بندازین به با من همراه باشین آهنگ رو با من بخونین بعد چیکار میکنیم دیگه آهنگ رو ریتم کنار حالا من توی مکالمه عادی ازش استفاده میکنم مثلا فرض کنیم میگه های هاو you؟ یو آی فاین دو سه بار اینو میگم دیگه های هاو برام اوکی میخوام یه مثال ساده بزنم بعد دیگه راحت های هاو you؟ I'm fine. How are you? ولی اون موقع تو گفته I'm fine. How are you? ولی الان راحت میگه I'm fine. How are you? به راحتی. حتی تلفظ شعر خیلی مهمه بچه ها لطفا وقتی که حروف و رو تلفظ میکنه میگم دقت کنین. مثلا حرف W و, و چند بار تاکید میکنم حتما با من انجام بدین نگه حالا ما هم گفتیم و تیشرم گفت و همونه دیگه نه خیلی فرق میکنه بچه ببینید این و این و بعد اون وقت وقتی هم مثلا دیکته داریم میگیم توی کلاس یا یه نفر داره یه چیزی میگه میگه وات من متوجه دوبلیون دبلیو نوشته میشه ببین چقدر مهمه و میگه وات مثلا وست پس این وست با ویه ببینید چقدر دیکتیشن چقدر سپلینگ براتون راحت تر میشه بچه اگر با من همراه بشین،, بشین, قول میدم بهتون که دیکته براتون مثل آب خوردن ساده میشه اصلا سخت نیست اوکی فقط چون ببینیم تو بخش حروف ترکیبی مثلا A ای, ای صدای A داره فرض کنید من می‌نویسم کیک یه ای آخرش هست خب شما می‌گید این چی الان آخرش من با اضافه یاد بگیرم خب اون که A بود نه A با ای هست صدای A میده اونجا ای تنها صدای ا میده ببینید اینا خیلی مهمه که تو این بخش با هم همه رو کار میکنیم به علاوه یه سری کلمه ببینید بعضی بچا بس آموزش این شکلیه 7 تا 10 تا کلمه میگن واسه حرف ای 7 تا 10 تا کلمه واسه حرف سی خب یه سری از این کلمات سی توشون صدای س میده بعضی میخواد صدای ک میده خب به نظرتون این درسته اول پله اول باید اول با صدای اصلی اون حرف که صدای که هست مواجه بشیم یاد بگیریم و مرحله بعدی صدای سه رو یاد بگیریم بنابراین اینا همه پله پله است اصول داره که همه رو من تو این بخش رایت میکنم امیدوارم که از این بخش تدریسمون حروف الفا کلمات بهترین بهره رو ببریم خیلی با انرژی شروع کردیم انشالله به کمک هم یه پایان خیلی خوب خواهیم داشت